با عرض سلام خدمت تمام دوستای عزیز، امیدوارم هستم جور صحتمند باشه. بازم انجینیر صاحب های عزیز، بازم در چندین نفر از من درخواست ویدیو را کرده، امیدوارم هستم که بتونه این ویدیو شما عزیزان و بقیه دوستایی که درخواست کرده کمک کرده بتونه. زمانی که دوستا وارد طراحی فاز طراحی پلان میشه و بعض مشکلات بر میخونن، البته ما در 0 تا 100 پلان که قسمت اولش در کانال خود منتشر کردیم، شما میتونید ویدیو ها را تعقیب کنید. ان شاء الله در اون قسمت هم به شما معلومات مفصله به شما میتیم چی گونه ما میتونیم یا امیابات استاندارد دروازه و کلکین تعیین کنه، که یکی از مباحث مهم در طراحی میباشه. البته دوستا اکثرا اشتباه میکنن که ما در این ویدیو میتونیم بر شما معلومات مفصل خواهیم داد که چطور میتونیم که در پلان و در قسمت طراحی پلان که زمانی که وارد قسمت کلیکین و دروازه میرسه که به اصطلاح فارسیش میشه درب و پنجره و یا به اصطلاح انگلیسی ویندو و دور، چطور میتونیم یا را تعیین کنیم. در قسمت اول ما میایم در قسمت درب های ورودی، درب های بیگلنگه، در های رنگلنگه ماننده اتاق خواب، بعضی قسمت های اتاق های نشیمن و سالون نیز شامل میشه. درب های ورودی یگلنگه اندازه هایش حداقلش از 90 الی 110 یا 95 الی 105 مد نظر گرفته میشه، که اغلبا درب های ورودی را 90 سانتی متر عرضش مد نظر میگیرند. و درب هایی که در قسمت های مانند تشناب و آشپزخانه و بعض قسمت هایی که مساحت کوچکتر دارند مانند انبار، عرضش حداقل 0.75 یا 75 سانتی متر نظر میگیره. دوستان این ابعاد است که نباید شما از این مقدار کمتر بگیره، که معمولا در پلان هایی که اکثرا در پلان ها دیده میشه 80 سانتی متر عرض دروازه ما تعیین میکنیم، که نقطه را در یاد داشته باشید. یک نکته که دوستان اغلبا در نوع ترسیمش که در پلان قسمی که شما در تصویر میبینید، این نحو ترسیم در پلان است. شما جهت دروازه را به سمت بگیرید که منطبق به، یعنی از این قسمت که باز میشه منطبق به جهت دیوار باشه. دوستان این قسمت میبینه که این اشتباه است، چون مزاحمه باعث ایجاد مزاحمت میباشه میگردد. شما پس این نکته را فراموش نکنید، قسم ای را تعیین کنه که منطبق با جهت دیوار باشه. و میایم در سر عرض پنجره که اصطلاح فورتی شد، ما باید در این مو کلکین بگیم. عزیزان، کلکین یکی از مباحثه که بیشتر دوستا اشتباه میکنه که چی تو عرض را تعیین کنه. عرض کلکین یا عرض پنجره رابطه مستقیم با مساحت دیوار داره. هر قدر مساحت اتاق داره، یعنی هر قدر که شما مساحت اتاقتان بیشتر باشه، با مو اندازه شما کلکین عرضش بیشتر میگیره. البته دوستای عزیز، اشتباه در این نشه که شما نمیتونه که یک کلکینه که در قسمت سالون استفاده کرده یا در اتاق خواب استفاده کرده جاهایش اشتباه بگیره. یعنی اگر شما در سالون اتاق کلکین کوچکتر مد نظر میگیره، باعث ایجاد میشه که نور طبیعی وارد داخل اتاق نگرده. پس این نکته را باید داشته باشه که قسم مد نظر میگیره که مطابق با مو نو کاربری اتاق استفاده میشه. مثل اتاق خواب نظر به مو مساحتش در نظر میگیره، و اتاق نشیمن که بزرگتر از نظر به او ارزش تعیین میکنه. و چیز دیگری که دوستای عزیز اغلب دوستاش رو با میکنن، اوکابه دست انداز و سیل هایت است. یعنی ارتفاع کف تا قسمت زیرین پنجره را یا کلکینه به نام اوکابه یاد میکنه، که این حتما در نقشه هایی که پلان هایی که شما مد نظر میگیره باید ایره تعیین کنه، که معمولا 90 الی 1 متر در نظر میگیرن. بازم نظر به کاربری نو اتاق فرق میکنه. مثلا شما در اتاق های مثلا تشناب یا به اندازه قد انسان یا 1.60 الی 1.70 بند نظر میگیرن، چون معلوم نشه. شما وقتی که در نقشه نشان میده به شکل نشان میده که 1.50 برای 1.80 که 1.50ش هم عرض پنجره یا هم کلکین ماست و 1.80 هم ارتفاعش است. به طور کلی اگر ما یک جنبندی کلی داشته باشیم، در پلان شما میبینه اینجا نشسته از اوکابه، سیل هاد یا که شما دوستای عزیز ما بدری همو کف زمین دلو قسمت زیرین پنجره به نام اوکابه یاد میشند، که اصطلاح فارسیش میشن، اصطلاح ما اغلبا دست انداز میگیم در اصطلاح دری. شما باید تیره در نقشه نشان بده که یعنی از این قسمت چه اندازه فاصله داره،
از این قسمت این از قسمت زیرین دیوار تا قسمت پایانی از قسمت سطح 0-0 تا قسمت بالا حتما این را به نقشه نشان بده که دیجه 60-80 سانتی. میبینید این قسمت که یک هم تشناب است یک 60 متر نظر گرفته همی ارتفاع را و در این قسمت 60-80 بر 200 یعنی 80 عرضش است و 200 هم ارتفاعش مد نظر میگیره. خب دوستای عزیز امیدوار است این ویدیو شما را کمک کرده بتاند. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشه. اگر در این باره ویدیو انتقاد پیشنهاد نظر داشته با ما در شماره واتساپ ما پیام بگذاره، من انشاءالله به زودترین فرصت به شما جواب میدم. شاد و کامگار و پیروز و مخرم باشید.